حقوق زنان نباید قربانی خواسته های طرف های مذاکرات صلح شود. شماری از کنشگران حقوق بانوان در هرات طی همایشی از حکومت میخواهند تا در مورد مذاکرات صلح با طالبان وضاحت بدهد. از سوی هم شورای ولایتی هرات باور دارد بانوان در تمام کشور باید خواسته هایشان را به شکل واحد در نشست صلح با طالبان مطرح سازند. این در حالی است که تا هنوز نتایج مذاکرات صلح مشخص نیست. به این گزارش توجه کنید. با داغ شدن تنور مذاکرات صلح در کشور، شماری از کنشگران حقوق بانوان در هرات طی همایشی از دولت و طرفهای مذاکره کننده می‌خواهند تا حقوق بانوان را در این گفتگوها در نظر گیرند. به باور این فعالین، حقوق بانوان نباید قربانی خواسته ها و منافع طرف های گفتگو کننده شود. در آینده اگر که کدام صلح با طالبان صورت میگیره، جایگاه زنان چی به لحاظ سیاسی، چی به لحاظ اجتماعی، چی به لحاظ حکومتی باید مشخص باشه. آیا اگر که مذاکره با طالبان صورت بگیره، زنان چقدر جایگاه میتونن در ادارات دولتی داشته باشند؟ از جانبی هم نماینده های مردم در شورای ولایتی هرات به این باورند که بانوان در سرتاسر کشور باید ابتدا خواسته هایشان را به شکل مدون ترتیب نموده و سپس با حکومت شریک سازند. به باور آنان، حکومت و طرف های گفتگو کننده مکلفند تا آینده کاری بانوان را در این مذاکرات مشخص سازند. بیاییم سر موادی که نماینده ما قرار در میز مذاکره صحبت بکنه صحبت بکنیم. بحث دومی که حکومت به یک شکل حکومت را قانع بسازیم که اول حضور ما را در میز مذاکرات به رسمیت بشناسه. در این میان اشتراک کنندگان در این برنامه از سران حکومت و نهادهای بین المللی می خواهند تا سازمان ملل متحد در این مذاکرات نقش ایفا کند. به گفته این اشتراک کنندگان، سازمان ملل می تواند نقش مدافع حقوق بانوان را در مذاکرات صلح بازی کند و نگذارد دستاوردهای بانوان افغانستان در نتیجه توافق صلح به فراموشی سپرده شود. اشتراک کننده به عنوان یک نماینده سالس در خود مذاکرات صلح وجود داشته باشه که حقوق خانم ها در آینده تضمین باشه، مثلا سازمان ملل متحد. پروسه مذاکرات طوری برگزار بشه یا در او فیصله های صورت بگیره که تمامی حق و حقوق خانم ها در او حفظ بشه. مذاکرات نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر طی روزهای اخیر استمرار یافته است. به باور آگاهان سیاسی، مبهم بودن نتایج این مذاکرات شهروندان کشور را نگران ساخته است.